شما رو نمیدونم بینندگان عزیز، حضار محترم، هیئت جوری عزیز، ولی اون موقعی که توی ایران بودم جمعه ها که میشد غم بزرگی دل آدمو میگرفت. الان اومدیم اروپا، یک شنبه ها این بلا به سرمون بیاد. ترانه زیبا جمعه ها، ترانه زیبا از فرهاد عزیز با صدای آذین، به افتخارش لطفا. سیار علی. آذین هستم از لاهیجان. هیچی نداره. خیلی خوب میخوندید، چشم، ابرو، دست نشون میدادی. تمرین کردم و چون احساسی هم که آماده ترم. Thank you.
آذین عزیز، امروز چه روزیه؟ فکر کنم جمعه است. ببینیم امروز که روز جمعه است، روز رفتن تو یا روز موندنته؟ امید جان، من واقعا به آذین عزیز به حسن سلیقه‌اش تبریک میگم. مرسی. که ترانه جاودانه فرهاد رو اجرا کرد، سعی خودش رو کرد، قسمت های اوج رو قشنگ میرفت، خیلی نوت رو قشنگ تموم میکرد، ولی خب تو چند جا سعی میکرد یه نوآوری هایی بکنه که بعضی اوقات یک بار تونست خوب انجام بده، یک بار از پسش بر نیامد، یکم نوتا رو یک کمکی از این جان خارج میشدی، ولی تونستی اونجوری که باید سعی تو کردی، ولی من احساس میکنم از بین 100% شاید 70-80% بیشتر منو راضی نکرد، ولی صدات قشنگه و جرأت هم داری و ماشاءالله صورت قشنگی هم داری و این متانتت هم خیلی بیشتر زیبا میکنه خوندن تو. من دوست داشتم به غیر از اینکه دو تا جای کوچیکی که یکم خواستی نوآوری بکنی، ولی یک بار شد و یک بار نشد. مرسی. آیه واتان آوانسیان، بعد از این 40 خورده‌ای کاری که داری، سابقه‌ای که در کار موسیقی ایران دارین، تنها برنامه ایرانی که به دنبال صداست و واقعا صدا هست و صدا مطرحه و صداهای خوبی بیرون داده، صدای این جوان و پکیجش رو چطوری می‌بینید؟ باید بگم که شعر زیبای شهریار قنبری و آهنگ جاودانه اسفندیار منفردزاده انتخاب بسیار زیبایی بود از این جان. من اتفاقا اون نوآوری تو خیلی خیلی دوست داشتم. جای فرهاد خوندن شاید خیلی خیلی مشکل باشه، ولی خوب اجرا کردی. من چیزی نشنیدم، فالشی من نشنیدم، خارج از نوت نشنیدم. در مجموع ازت خیلی راضیم، خیلی خوب، خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. مرسی. آذین عزیز خسته نباشی. سبک صدای شما اصولا چیزی که من از مرحله اول شنیدم، به نظر من اگه میگفتیم میخواین آهنگ آقای فرهاد رو بخونین ربطی برام نداشت، ولی اینقدر خوب اجرا کردی و تحریرهای مخصوص خودتو، به نظر من اصلا اون آهنگ تحریر نداره، فرهاد شادروان اصلا آدم خواننده تحریری نبود اصلا، ولی شما خیلی تحریرهای خوبی دادی و سخت آهنگی که اصلا مردم باهاش زندگی کردن و تحریر نداره، شما میتونید تحریراتو توش بگنجونی. اجرای خیلی خوبی بود و رابطه‌شون هم خیلی با مخاطب دوست دارم، با میکروفون خیلی خوب، داینامیکار فورتار خوب، دور نزدیک کردن میکروفوناتون خیلی خوبه. من بهتون تبریک میگم، خیلی اجرای خوبی ازتون شنیدم. مرسی. خسته نباشید. موفق باشید. راضیم و البته اشکالات جزئی داشتن که هیئت جوری یادآوری کردن بهم. توقع داشتم بیشتر تحریم بوده، ولی وقتی با آهنگ رسید اون تحریری که من ازش خواستم نتونست انجام بده، حالا یا هول کرد یا تو شرایط یه جوری قرار گرفت که نتونست. بینندگان عزیز، حضار محترم، برنامه رو ادامه میدیم با آقای حمزه با ترانه زیبا از آقای فریدون فروغی. به افتخارشون لطفاً. با اینا زمستون و کامل یک مشخصات یک هنرمند بسیار با ارزش رو دارید. همه چی عالی. اسیر رویاها جره دل میگیره، اما قصه دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم
چشام عشق بارون میشه. تو میدونی عمریه غم تو دلم زندونیه، دل من زندون داره. تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه، میگه من دوست دارم. تو میدونی شب با خودم شکفه کنم، شکفه های دلم و تو میدونی. بگم ای خدا چرا وقت است، چرا وقت من زیاد. تو میدونی پنجره بسته میشه، شب میرسه، چشم آروم نداره. تو میدونی اگه امشب بگذره فردا میشه، مگه فردا چی میشه. تو میدونی عمریه قام تو دلم زندونیه، دل من زندونیه. تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه، میگه من دوست دارم. تو میدونی جره ها دل میگیره، غم و قصه دل و تو میدونی. وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشام اشک بارون میشه، تو میدونی عمریه غم تو دلم زندونیه، دل من زندون داره. تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه، میگه من دوست دارم. تو میدونی به افتخارشو لطفاً. نیمای عزیز، شما هم یه روز فینالیست بودی، این دوره ها رو گذروندی و جزو پنج نفر آخر بودی. اول اینکه خیلی خوش آمدی. نظر چیه راجع به اجرای دوستان عزیزمون در پنجمین دوره نکست پرسن استار؟ والا منم اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های عزیز توی خونه. میدونم واقعا خیلی سخته، پارسال تو این شرایط قرار گرفتم، خیلی سخته، هم تجربه خیلی خوبیه. منم برای این دوستان عزیزم آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که بتونن همینطوری مراحل رو به بالا صعود کنن. مرسی. بعدا بهش میپردازیم. یه کار زیبا از آقای محمد مقدم عزیز، ترانه‌سرا، آهنگساز، تنظیم کننده خوب کشورمون خواهیم داشت که شما اجرا خواهیم کرد. خب آقای مقدم عزیز، کار این دوست عزیزمون رو چطور میبینید؟ والا حمزه جان، من صداشون رو، سبک خوندن و اون راحت بودن، نوع جوری که رو استیج هستش رو من خیلی دوست دارم. خیلی آرتیست خوبی از نظر پرفورمنس، یعنی اجرا کردن، خوانندگی، خیلی راحت هستی، اعتماد به نفس مخصوص خودتو داری، صدای خوبی هم داری. اجرایی که تو آنتالیا من از شما شنیدم، آهنگ آقای اصلانی رو خیلی بیشتر دوست داشتم. نه اینکه بگم این اجرا دوست نداشتم، فکر میکنم
این صدای آقای فروغی، این آهنگ یه دریدگی خاصی میخواست که شما باید میداشتید، ولی آهنگ خوب اجرا میکردید، از نظر درست خوندن درست بود. خیلی هم تحریرها سبک خودتو داری، خیلی رضایت بخش بود از نظر من. فقط فکر میکنم که یه ذره تهاجمی تر، یه ذره فورته تر برجار، محکم تر، با اینکه میکروفون دور نگه میداشی از خودت، از دهانت، ولی در مجموع راضی بودم. خسته نباشی. من فکر میکنم تو انقدر تأثیر اجراد بودی یادت رفته بود که آهنگو چجوری باید بخونی، میدونی؟ یعنی بیشتر حالت نمایشی داشت کارت، در صورتی که این آهنگ یه آهنگ خوبی، آهنگ زیباییه. همش سعی میکردی قسمت به قسمت تا 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 این داشتی میتونستی نوتا رو قشنگ بچسبونی به هم دیگه، ولی میگم انقدر تو خودت بودی، اصلا بعضی جاها اصلا میکروفون یه جای دیگه بود، شما یه جای دیگه میخوندید. قبلش هم بهت گفتم اینا رو رعایت بکن، منتها خب فکر کنم انقدر تمرین کردی، انقدر در حس خودت بودی، یه مقدار فراموش کرده بودی، در صورتی که قبلا هم در آنالیا آهنگ اسلانی رو خیلی خیلی بهتر اجرا کردی. سبک جاز آقای محمد مقدم رو در نظر گرفتم، به خاطر مجبور شدم استکاتو بخونم و بگذاریم. درود بر شما. من اتفاقا کار حمزه رو خیلی دوست داشتم به چند دلیل. یکی اینکه اولا با میکروفون خیلی حرفه‌ای بازی کرد آقای وارتان. بله، نشون میداد بلده داره چیکار میکنه. اون قسمتی که میکروفون از خودش دور کرد، خیلی از هنرمندا این کارو میکنن، چون قسمتی که صداشون نرسه حداقل میکروفون از خودشون دور میکنن که صدا زیاد بد به گوش نیاد، و ایشون ماهرانه این کارو کرده. اتفاقا من این بازی میکروفون تو خیلی دوست داشتم. باریک الله. یه کاریوگرافی قشنگی برای این کار درست کرده بودی و اول من گفتم این حرکات چیه داره از خودش در میاره، ولی وقتی رفتم بیشتر دیدم نشستی زحمت کشیدی داری روی ریتم کارایی میکنی و به دل من نشست، من دوست داشتم. ولی همجوری که وارتان عزیزم گفت، دیگه انقدر غرق این شده بودی که یکی دو جا شعر رو سر وقت نیومدی، ولی من کارتو دوست داشتم. من برای اینکه به شما اعتقاد دارم که شما خواننده خوبی هستی و همجوری که دوستانم گفتن اعتماد به نفس خوبی داری و برای اینم سعی تو کردی، ولی حرف آقای مقدم رو 100% تایید میکنم که این آهنگ به صدات نمیخورد. اگر در انتخاب آهنگ بیشتر دقت کنی، خیلی این استحقاقو داری که جای بالاتر و بالاتری بری و من برای دارزو موفقیت میکنم. نهایت سعیت هم کردید و همه دیدن که چقدر زیبا اجرا کردی. بجز اینکه ایشون خواننده خوبیه، جوان خیلی خوبی هم هست و یه شانس دیگه هفته دیگه داره که بتونه به مرحله بعدی راه پیدا کنه. سپاس فرمان. افتخارشون. امیدوارم که در این برنامه بتونم شما عزیزان رو راضی نگه دارم. روی صحنه اونجوری که من باید راضی می‌شدم راضی نبودم. شرکت کننده بعدی خانم افسون با ترانه‌ای زیبا از خانم همیرا، که وقتی ازشون پرسیدم چه ترانه‌ای رو می‌خواید بخونین، تمام داستان این ترانه رو برام تعریف کردن. ببینیم حالا میتونن به این زیبایی هم اجراش بکنن. افسون هستم از ایران. از عهدش بسیار خوب برمدی. از ثانیه به ثانیه خوندن لذت بردم. امیدوارم که موفق بشم. بسیار دلنشین خوب با احساس اجرا کردید. Thank you.
خوابه وای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سرابه وای بیا و ستاره تو آسمونم باش بیا و چلچله شیرین زبونم باش مهربون من بیا تو هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش حالا تو خون منی توی تنی یا نه از دل عاشق من دل میکنی یا نه بگو هنوز مال منی عشق منی یا نه شب بلند و دل من در تب و تابه وای لحظه هم همه برد حسرت خوابه وای دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سرابه وای بیا و ستاره تو آسمونم باش بیا و چلچله شیرین زبونم باش مهربون من بیا تو هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش حالا تو خون عشق منی یا نه نکنه خدا نکرده چشمت افتادم نکنه تو قلبت خبری باشه نکنه دلت با دگری باشه هر نگاه گرد تو امید فردام بود آخه عشقت عزیزم خون تو رگ‌هام بود آرزوی تو دینم و دنیام بود بی تو همدمم قطره اشکام بود خسته نباشین ترانه‌ای بسیار زیبا از هنرمند بزرگ مملکتمون خانم همیرای عزیز آقای مقدم عزیز کار ایشون رو چطور دیدین؟ والا من از تو این چند روز که اینجا هستیم با افسون جان تو استودیو کار کردیم ایشون یه استرس خاصی همیشه دارن نمیدونم چرا همینطور اوتوماتیک سرخود هولن همش نگرانم من فکر میکنم یه خورده به خاطر این استرسشون باعث شد که امشب یه خورده این آهنگو درست نتونن از نظر کوکی نظر متاسفانه خارج نمیخوندید اصلا خارج بودید یعنی احتیاج نبود خارج بخونید یا موزیک که میزد شما توی یه نقطه دیگه بودید من فهم میکنم بیشترش به خاطر نظر استرس مخصوصی داشتید و این اجرایی که توی آنالیا داشتید به مراتب آهنگ خانم مرسی عزیزی که اجرا میکردین خیلی دلنشین تر بود ما همگی گوش میدادیم فهم می‌کنم آقای امید و آقای وارتر هم قبول داشته باشن این مسئله خیلی آهنگای خانم مسی شادروان خوب اجرا می‌کردید و فکر می‌کنم این آهنگ هم انتخاب خوبی نبوده براتون در نتیجه من متاسفم می‌خوام بگم که اجرا خوب نبود انشالله بتونید با آهنگ دومتون کار بهتری ازتون ببینیم موفق باشید آقای وارتر با تمام احترامی که برای افسون عزیز دارم ولی بسیار بسیار بد اجرا کردی متاسفم اینو میگم اصلا انتظار نداشتم ولی خیلی بد بود خیلی افسون جان خسته نباشی
به نظر من اتفاقا آهنگ خانم همیرا به صداتون میاد، چون اون صدای تیزی که دارین و تحریرهایی که دارید به نظر من خیلی خوب به صدای خانم همیرا میشینه. ولی یه چیزی که باعث میشه شما نتونین خودتون رو نشون بدید همون نگرانی که در شما همه حس میکنیم، و اون نگرانی شما اصلا احتیاج نداره نگران باشین، ماشاءالله جوان هستین، صدا به این خوبی دارید. به نظرم میاد یه چیزی نگرانت میکنه، یعنی دائم در فشار هستی، این باعث میشه نتونی کارتو نشون بدی. یه چیز به این سادگی رو اگه بذاری کنار میتونی از خودت چهره بسیار خوبی رو نشون بدی. آهان، همینجوری یه نفس راحت، و اینو اگه قبل از برنامه انجام بدی مطمئنن میتونی برنامه خیلی بهتر از این اجرا بکنی. من فکر میکنم که فقط انشالله حتما شما میتونی از این خیلی بهتر باشی که ما الان دیدیم. برات آرزو میکنم. خسته نباشین افسون عزیز، یک هفته وقت دارین نگرانی رو ازش دور بشین، از خودتون بدین بیرون، بدون استراب بیان یک کار خوب اجرا کنین. مرسی، تشکر. موفق باشید. صمیم قلبم میخوام که مرحله بعد را پیدا کنم، چون مطمئنم دعای خانوادم پشت سرمه. خواننده میاد میخونه، خب خوب نمیخونه، خب چیکار کنیم؟ مثلا بلنشیم کف بزنیم براش؟ فکر میکنم استرس باعث شد که نتونه خودش اونطوری که هست نشون بده. هنوزم آهو نفس داشت، هنوزم چه